پرنده سالم با خودش برمیده. اینو نگاه کن الان نشسته داره پرارایی میکنه، به پرش اهمیت میده، پرنده سالم به خودش اهمیت میده. خیلی هم خوبه که به خودش بر بره. یعنی اینجا یه پر تازه داره در میاره که نباید دست بهش بخوره، دردش میره. پر باید بیفته دیگه، پر مثل موی آدم باید هی بیفته که جایگزینش جدید در بیاد. خب یه دونه اضافی بود. ناخونگیر رو لطفاً بیارید. ناخونگیر دست قرمز رو. نه ترس چیزی نیست. جیغ نمیزنه؟ خیلی. جیغ میزنه؟ خیلی. چرا جیغ میزنی؟ از اون شر راست ها خیلی باله. یعنی هر اسباب بازی برش ما میگیریم از اون نیم ساعت کلن همه رو خورد میکنه. یه تو باسش گرفتیم تویش یه نزدی تیلا ها بیدارم. اونا رو خیلی احتیاط کن توش چیز نباشه، از داخلش یه قطعه این ساچمه اونو نکشه بیرون. ولی در کل همه چیزش خوبه. دو تا دونه هم پر خراب اینجا داره که خیلی تازه شکستن، اینا رو نباید الان کشید. عفونت؟ نه من دیدم آبه خیلی می اومد چند روز بود آبه دیگه خواستم بیارمش که شما ببینیم که از داخل بینیش حباب می اومد بیرون. بله. عدسم میکرد همراهش نه. چیزی رو با دست بهش داده بودید خورده بوده، مثلا یه آب میوه ای چیزی با قاشق بگیرید جلوش بخوره. بشین بشین. ده بشین. یه مایه ای رو نریخته بودید با دست تو دهنش. نه. مثلا یه ویتامینی چیزی. نه. دست و چون نوشیدنیه که لابد خودتون زیاد میخورید دوست داره شما رو همراهی بکنه. دست ما میبینه از هر کدومش سریع ایراد نداره بهش بدیم. به هر حال چایی تا حدودی گرماشه، من آب میزنم گرم کردم و پرتقال بهش دادم زیاد. نوشیدنی داغ یا سرد نباید بخورن، نوشیدنی که کافئین داره نباید بخورن. دا چایی هم به هر حال از نوشیدنی که عادت میاره، فکر میکنم که یه مقدار عادت کرده باید محدودترش بکنید. چیز خیلی مفیدی نی ولی هممون عادت داریم بشن. اینقدر با گربه ها چرخیدم به اینا پیشت میکنم. برون بر کوتاه شد بر به حال توتی دارید دیگه. توتی پرنده یه که ذاتن وحشیه، باید چنگالای تیز خودش رو و منقار قدرتمندش رو حفظ بکنه، پروبالش رو داشته باشه و الا اون حس توتی بودنش رو، جانور وحشی بودنش رو از دست میده. شما نگاه نکن شاید حرف میزنه اهلی باهوشه، این هیچ ربطی به این نداره. شما
آخرش هم یک پرنده‌ای دارید که ذاتاً وحشی محسوب میشه. کاکادو ها اصلا حیوان خونگی نیستن، من و شما میگیریم تو خونه نگهداری میکنم. اصلا وجود این تاج میدونید معنیش چیه؟ یعنی این که به من نزدیک نشو، من خطرناکم، گاز میگیرم. این رو موقعی که احساس خطر میکنه باز میکنه دیگه، تو دو سه حالت، یا خیلی خوشحال باشه یا بخواد شما رو بترسونه یا واقعا ترسیده باشه. به هر حال این خودش یک هوش داره، ولی ما فکر میکنیم چیز خیلی خوشگلیه، بیشتر دوستش داریم و البته باعث زیباتر شدنشون هم شده، ولی به هر حال یه هوش داره. گازهای خیلی بدی میتونن بگیرن، ولی هیچ وقت از این ابزاری که در اختیارشون هست، یعنی منقار قدرتمند، معمولا بی جهت استفاده نمیکنن، مگه اینکه واقعا احساس خطر بکنن. وسیله قدرتمند رو به نسبت آدم اگر به ما میداد، مثلا میتونستیم همدیگر رو تیکه پاره بکنه، میدونه چی رو به کی بده دیگه. اول رو دست میومد، بله درسته، به خاطر اینکه اولش یه مقدار با محیط غریبی میکرد، در روی خجالت و اینا میومده، بعد که محیط رو میشناسن کم کم دیگه به اون حالت میرسن که دوست دارن مستقل تر باشن، رو دست هر کی دلش بخواد هر موقع بخواد بره. شما باید به این حسش احترام بذاری. دست من که خلا لونا بود اسمش. یه پر جدید داره در میاره که با کیفیت هم داره رشد میکنه. تو تغذیهش خیلی بیشتر دقت بکنید. سنش هم که گفتیم 2 ساله طبق حلقه‌ای که داخل پاشه و از ظاهرش هم البته بدون حلقه هم مشخص بود همین حدوده. پلتا رو مال شرکت‌های مختلف رو امتحان بکنید، ممکنه مال یه شرکتی رو خوشش نیاد، یکی دیگر خوشش بیاد. معمولا پلتا رو اول با پلتای رنگی همیشه شروع بکنید که اون رنگ پرجلایی که پلتا دارن، رنگ و بارنگن، تحریکشون میکنه بیشتر به این که تمایل پیدا بکنن به خوردن. بعد که پلت خور شد، پلتای طبیعی بدون رنگ دیگه بدید. کاکادو با کاسکو، آمازون و اکلکتوس و اینجور توتیای استوایی خیلی فرق داره تغذیش. مقدار بیشتری میتونه از دونه ها استفاده بکنه، میتونه از غلات استفاده بکنه، میتونه از آجیلا استفاده کنه، ولی این به این شرطه که آزادی داشته باشه تو خونه که تو محیط اسارت بتونه پرواز بکنه، نه اینکه الان پرشو من دیدم خیلی کوتاه شده. خب این باعث اضافه وزنش میشه، باعث میشه که اضافه وزن پیدا بکنه، تنبل بشه. پس وقتی که پرش انقدر کوتاه شده، کم تحرک شده، شما باید بیشتر بهش غذاهای رژیمی و میوه‌جات و سبزیجات و جوانه ها و این چیزها رو بدید. خب نمیخوره این چیزها رو اصلا. خیلی مهمه که چطور یادش بدی. اولا که چون اصلا سنی نداره، هنوز دیر نشده، و اینکه برای اینکه یاد بگیره بخوره، من تو چند تا از فیلم ها نگاه بکنید این رو گفتم، فیلم هامون رو همه رو دیدی تو یوتیوب و اینا. خب الان کار خیلی راحت شده، ما فیلم میذاریم، در صورتی که من حدود مثلا 17-18 سال پیش تو وبلاگم، تو سایتم، وقتی که مطلب مینوشتم، هر کسی وقت نمیذاشت بخونه. الان کار راحت شده دیگه، ویدیو شما عین کتاب صوتی، کتابای گویا گوش دادید دیگه، خیلی راحت تره. الان فیلم‌ها رو بذارید گوش بدید، حداقل کار خیلی راحت شده دیگه، لازم نیست چشتون رو بذارید هی بخونید. من خیلی هم همیشه دلم میشکست، ناراحت میشدم، میگفتم این همه من مینویسم، تعداد خیلی محدودی هستن که بیان بخونن استفاده بکنن. ولی از وقتی اینستاگرام اومد، خدا رو شکر دیگه در کنار یوتیوب و آپارات خیلی به من کمک کرد، اینستاگرام خیلی کمک کرد. حالا به هر حال کار برای شما راحت شده، پس مشکل نداره. نه فقط بینیش خیلی ترسیدم، گفتم نکنه عفونت چیزی داشته باشه بمونه تو بدن. نه من دیدم اون مشکلی نبود، فقط خطوط سیاهی که زیر تاجش پدیدار شده رو باید با تغذیه تغییر بدیم، نباید این سیاهی ها بیشتر بشه. یه مقدارم که زیر پرش بود، این خطای سیاه
از نشونه های کمبود و فقر یه سری از مواد معدنی و کلسیوم و اینجور چیز هست.